بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نشانه های قیامت نزدیک شدن این است که انسان ها در امانت ها خیانت میکنند. قصه نوبتی ما درباره جوانی هست که امانت خیانت نکرد و پاداشت خوب هم گرفت. ابو عقیل رحمه الله یکی از عابدین خیلی خوب بود. جوانی بسیار با تقوا بود. در حج موسم حج داشت اجرا میکرد. ناگه یک خلطچه خورد را میآورد که در روش پر از جواهرات است. با اون جواهرات میتونست که یک جوان زندگی خیلی خوب برای خودش بسازد. یک نفر میتونست که بای بشود و اون قدر جواهرات. ابو عقیل چیکار کرد؟ از قفای صاحب این جواهرات گشت. هر کی را میدید میپرسید که کسی چیز گم کرده است و با گفتنش که یک مسافر در یک مسجد سراغ نفری را میکنه که جواهر پیدا کرده باشد. ابو عقیل نزد این مسافر میره. از مسافر میپرسه پدر جان چیزی را گم کردی؟ میگه بله پسرم، جواهرات در یک خلطچه داشتم، همون را گم کردم. ابو عقیل میپرسه صفاتش چی خیل بودن و مسافرم همه صفات های جواهرات را میکنه و ابو عقیل هم همون خلطچه را میتیه. میگه مرحمت، این خلطچه شماست. مسافر حیران میشه و میبینه که یک جوان از شکلش معلوم بود که بسیار کمبغل بود، خودش احتیاط به این چیز چه خیلی امانت خیانت نکرده باشد. ابو عقیل موسم حج را دوام میتیه و مسافر برمیگرده به شهر خودش. شام، ابو عقیل بعد مراسم حج عزم میکنه که با طریق شام خود زیارت میکنه و بعد به وطن برمیگرده. وقتی در یک منطقه میرسه پیش از بامداد است، هوا خیلی سرد است. ابو عقیل یک مسجد پیدا میکنه، داخل مسجد میشوه و خیلی هم گرسنه بود، انتظار میشوه و مردم نماز بامداد بیایند. یک به یک مردم جمع شدن میگیرند و میبینند که ابو عقیل بسیار یک انسانی با سواد با تقوا است. از او خواهش میکنند که امامتی براشان بکنند. ابو عقیل امامتی میکنند. بعد نماز تمام شدن اهل این منطقه از ابو عقیل خواهش میکنند که یک مهلت قطعشان بیسته امامتیشان بکنند، چون که امام همین مسجد از دنیا گذشته است. ابو عقیل میگه خب دیگه من کاری دیگه ندارم، وظیفه این مسلمانی من اجرا میکنم. یک مدت امامتی مسجد اونا را میکنم. بعدا با ابو عقیل پیشنهاد میکنن که بیا برای تو زن میتیم و در این دولت در این منطقه ما زندگی کن. ابو عقیل میگه من مبلغ ندارم برای ازدواج کردن. اهل منطقه میگن همین امامی که وفات کرد یک دختر دارد، پسر دیگر ندارد. او دختر صاحب خانه و در است و صاحب شرایط خوبی هم هست که از پدرش میراث مانده است. ابو عقیل میگه اگر دختر راضی باشه منم راضیم. بعدن از دختر پرسان میشوند که دختر هم رازگی میتید و هر دو ازدواج میکنند. از من یک مدت میگذرم. یک روز چشم ابو عقیل به همو خلطچه میرسد. میبینه همو خلطچه ای که در موسم حج در مکه پیدا کرده بود همو هست. بعدن از زنش میپرسه که این خلطچه از کجا هست در نزد تو؟ زنش میگه این خلطچه مالی ما هست که از پدرم میراث مانده است. بعد ابو عقیل کیسه را براش میکنه که این خلطچه را من در مکه یافتم و برای یک مسافر برگردم. بعد این زنش میگه همون مسافر پدر من بود و پدر من همیشه در نمازاش دعا میکرد که خداوند دختری مرا
با یک نفر جوان ازدواج نصیبش بگردان که مانند همون جوانی که در مکه جواهراتی مرا یافت برای ما برگردان با تقوا و پرهیزگار باشد. به خبر از آنه که پدر ما دعاش خداوند قبول کرد، نه مثل اون جوان بلکه خود همون جوان نصیب من گردان. برادر و خواهر عزیز، اگر امانت داره امانت بر بگردان. خداوند شما را شاید با این امانت در این دنیا امتحان کنند، اگرچه امانتی خورد است یا بسیار زیاد. خداوند ده چند برای شما اجرش خواهد داد. با امیدی امانت داری خدا حافظ.